در این درس میخوام راجع به رولز یا همون قوانین صحبت بکنم. فرض کنید میخواید برای ایمیلایی که دریافت میکنید قانون بذارید که این ایمیلای به خصوص که دریافت شده یا سند شده این کار به خصوص روشون انجام بشه. کافی است که یکی از ایمیلها رو انتخاب بکنید و بعد برید در اون رولز. اولین گزینه این هست که همیشه موف کن یا انتقال بده این پیام رو اگر از محمد ابوالقاسمی دریافتش کردی. انتخابش بکنید، میتونید انتخاب کنید که کجا انتقال پیدا کنه. دومیش این هست که همیشه انتقال بده پیام هایی رو که به محمد ابوالقاسمی فرستادی به این فولدر به خصوص. میتونید نیو هم بزنید، جدید به وجود بیارید. سومیش رول به وجود بیارید، create rule. اگر انتخابش بکنم یه سری گزینه‌های ساده بهم میده. مثلا اولین هست که از محمد ابوالقاسمی دریافت شد، یا اینکه سومین هست که به محمد ابوالقاسمی فرستاده شد. وسطیش این هست که اگر این سابجکت رو یا عنوان رو داشت میتونید به تب تغییرش هم بدید. فرض کنید مثلا انتخاب کردم که از محمد ابوالقاسمی اگه دریافت شده، و بعد چه کاری انجام بده روش، اکشنش چی باشه. مثلا توی Alert Windows نشونش بده. در این دست راست دیدید که موقع که ایمیل جدید میگیریم Notification داریم، اونجا نشونش بده. یا اینکه یک ساوند یا یک صدای به خصوص رو برامون اجرا بکنه که حالا توی کامپیوتر میتونید به دنبال اون ساوند یا اون صدا بگردید. بعد از اینکه پیداش کردید میتونید بر روی پلی بزنید، پخش بشه، استاپش بکنید. یا اینکه دو مرتبه بگردید، یکی دیگه بهش نشون بدید. و یا اینکه مووش بکنه، انتقالش بده، برای مثال به سنت میل، یا اینکه یه فولدر دیگه. فرض کنید مثلا میگم توی ایمپورتنت انتقالش بده، کافی بزنم اوکی. تمام ایمیل هایی که از محمد ابوالقاسمی دریافت میشه رو انتقالش میده به ایمپورتنت. اگه بخوام توی این قانون تأثیرات بیشتری بذارم، میتونم بگم advanced options، به صورت حرفه‌ای تر انجامش بدم. خب اولین باکسمون این است که میگه یه سری امکانات اینجا داری، هر کدوم دوست داری رو انتخاب کن که شرط هایی بشه یا شرطی بشه برای اینکه چگونه اون ایمیل ها رو انتخاب کنیم. تو صفحه قبلی انتخاب کرده بودیم شرطمون این است که از محمد ابوالقاسمی باشه. اینجا میتونیم انتخاب بکنیم حتی اگر به محمد ابوالقاسمی هم فرستادیم این رول یا این قانون رو براش اجرا کن. یا اینکه حتی اگر توی بادی یا اونجایی که نامه اصلیمون رو می‌نویسیم این ورد به خصوص، این کلمه به خصوص یا کلمه‌های به خصوص اگر بود این قانون رو اجرا کن، که بعد میتونیم اینجا بیایم specific words رو انتخاب بکنیم. بعد از اینکه کلیک کردیم مثلا اگه بنویسم که اگه توش بود های حدش کنم این قانون رو براش اجرا بکنه. حواستون باشه اگه بنویسید های تمام نامه‌هایی که درونش های نوشته شده رو میفرسته براتون توی important. غیر از این میتونم کلمات دیگری رو هم اضافه بکنم. اجازه بدید کنسلش میکنم، اصلا اینو برش میدارم. به همین شکل بقیه رو میتونید بخونید و هر کدوم که دوست دارید رو انتخاب بکنید و بعد بزنید next. در صفحه بعدی میگه که select action، چه عملی رو انجام بده. Alert Windows رو نشون بده که گفتیم دست راست ویندوز بهتون نشون میده. قوانین بیشتر رو استاپ بکنه و دیگه انجامشون نده. مووش کنه، انتقالش بده به specific folder که حالا براش مشخص کرده بودیم که میبینید important هست. اگه بر روش کلیک بکنم میتونم تغییرش هم بدم، یه جای دیگه بفرستمش و یا کارهای دیگه که میتونید توی لیست بخونید. next میزنم exception یا استثناها. میتونید بگید همه رو انجام بده غیر از اینا. مثلا اگر flag داشت، پرچم داشت، یا مثلا این کلمه به خصوص رو هم داشت که میتونید پس از اینکه انتخابش کردید بیاید بزنید specific words و بعد انتخاب بکنید کلمه مخصوصتون رو که اگر اون درون subject باشه، توی عنوان باشه، بیاد استثناء براش قائل بشه و انتقالش نده به folder important. برش میدارم، میزنم next. اسم گذاشتیم برای rule
میتونیم انتخاب بکنیم که ایمیل هایی رو که همین الان توی این باکس هستن رو هم تأثیر گذار باشه روشون. میتونیم انتخاب بکنیم که این رول از همین به بعد کار بکنه یا اینکه نه فعلا کار نکنه. انتخابش میکنم و بعد میگم فینیش. ایمیلمون رو انتقال داد به ایمپورتنت، چرا؟ چون ما ازش خواسته بودیم، درسته؟ برش میگردونم تو این باکس. حالا میام آخری رو انتخاب میکنم، Manage Rules and Alerts. میبینیم که رول یا قانونمون اینجا هست، میتونم کلیک کنم و بعد بیام تغییراتی درش به وجود بیارم. Change Rule، Edit Rule Settings. به تا بقیه گزینه‌ها رو بلد هستید. میتونم رینیمش بکنم، اسمش رو تغییر بدم، اکشن ها رو تغییر بدم، های پرایوریتی براش مشخص بکنم، یعنی اولویت بالایی داره یا اولویت پایینی داره، و اینکه دلیت مسیج کنم. فکر نمی کنم لزوم باشه من همه رو براتون توضیح بدم که میتونید کپی بکنید یا اینکه مثلا یه رول جدید یا قانون جدید به وجود بیارید و بعد آلرت ها رو براش بیاد مشخص بکنید، مثلا چه آلرتی رو براش در نظر بگیرید. اینا رو فکر میکنم خودتون اگر برید و کامل بخونید به نفعتون هست، تا اینکه من بخوام همه رو تک به تک براتون توضیح بدم. اجازه بدید انتخابش کنم و دلیتش بکنم. میزنم دلیت، اوکی میکنم. امیدوارم این درسم به درتون خورده باشه.